دو خواهر از خانواده اشرافی شیفته یه پسر رانندهشون میشن، در حالی که تا اون زمان هیچ کدومشون به اون توجهی نداشتن. بعد از ماجراهای سرانجام خواهر کوچیکتر به نفع خواهر بزرگتر خودشو کنار میکشه. بخشایی از فیلم هنگامه رو با هم تماشا میکنیم. خوشحالم. با وجود اینکه بچه است، با وجود اینکه میدونم محبتش سطحی و سرسریه، بازم نمیتونم فکرش از سرم بیرون کنم. خیلی وقته که دوستش دارم. یعنی از وقتی که خودمو شناختم. البته میدونم حماقته. ولی دست خودم نیست. برام مهم نیست که به اون برسم یا نه. اما فکر اینکه هنگام زن من بشه، البته مثل خواب و خیال میمونه. تو میتونی تصورشو بکنی؟ نه خیر، نمیتونم. متاسفم که با این حرفو خسارت کردم. راستی تو چرا سعی نمیکنی یه خورده بیشتر به خودت برسی؟ تو جوانی، خوشگلی، پولداری. حیف نیست خودتو اینطور اسیر کار کردی؟ مثلا میگه چی کار کنم؟ خیلی کارا. مثلا میتونی بلنشی بری بگردی واسه خودت. بری مسافرت کیف کنی. بری یه جای خیلی دور و قشنگ، یه جای دنج و راحت بر خودت تفریح کنی. خوش بگذرونی. ولی تنهایی چه فایده داره؟ تنهایی کشنده است. دنیای به این بزرگی، ولی تنها. چرا تنها باشی؟ تو با هر کی دلت بخواد میتونی بری. مثلا با کی؟ نمیدونم، مثلا چطور بگم، با هر کی، با هر کی که دلت بخواد. میخوام یه سوال ازت بکنم. اگه من جای خواهرم بودم، اگه تو به من علاقه داشتی، اگه از تو دعوت میکردم با من بیای مسافرت. دیگه بهتره بریم، داره دیر میشه. آزر. ماجرای فیلم داماد فراری با بازی آذر شیوا و همایون از این قراره که پدری قبل از مرگش وصیت میکنه که دو فرزندش به شرطی وارث اموالش میشن که نوه‌هاش به عقد همدیگه در بیان و بچه دارشن. دو برادر سعی میکنن بچه های خودشونو به ازدواج با همدیگه راضی کنن، ولی مهری دخترمو و مهدی پسرمو هر کدوم به تصور اینکه اون یکی به قصد تصاحب ثروت راضی به ازدواج باش شده، از این کار خودداری میکنن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. چی میکنی؟ تا اونا بتونن سهاری ارث و مرث و اون باقیشون بشن؟ چطوره که من و تو به عروسی با همدیگه رضایت دادیم؟ اما فقط بذاره این پنبر از گوشت درار که من راست راستی زن تو بشم، فهمیدی؟ خیلی خوب بابا، اما تو هم نباید توقع داشته باشی که من راست راستی شوهرت بشم. کسی از تو نخواست شوهرم بشی، فقط تظاهر میکنی. فقط تظاهر؟ که هم به ارث و مرث و باغ شمرون برسن، بعد از هم طلاق میگیری. درست است، هم طلاق میگیری. خیلی خوب، شروع کن. چی را؟ اظهار عشق دیگه، اما فقط به ظاهر. اونایی که ما رو آوردن اینجا الان مواظب حرکات و رفتار ما هستن. باید بازی رو از همینجا شروع کنیم. باشه، شروع کن. اظهار عشق باید از طرف مرد شروع بشه. فرق میکنه؟ همه جای دنیا؟ همه جای دنیا رو ول کن. یه دختر ایرونی اگرم برای مردی بمیره، هیچ وقت حاضر نیست غرورشو بشکنه و اول اظهار عشق بکنه. حالا نگوی چی کار کنم؟ من چه میدونم، یه کاری بکن، یه حرفی بزن دیگه. آه عزیزم. یار پاس بدم ببینم. اصلا میدونی چیه قربان؟ میشتی نباید هم با آتش کنار هم گذاشتی، خطرناک میشه. باید فوراً در باز کن، دود عشق بیاد بیرون. در باز کنی؟ در باز کنی؟ در باز کنی؟ دودو ببین، زد بیرون، گازو، گازو. در باز کن. کاش میگویم و از گفته خود دلشادم. دلشادم نمیخواد. کاش میگویم و از گفته خود دلشادم. فیلم سلطان قلب ها یکی از محبوب ترین فیلم های سینمای ایران، ساخته محمد علی فردین، محصول سال 1347. زوج جوونی در جریان حادثه‌ای هر کدوم با این تصور که همسرشون درگذشته سالها دور از هم زندگی میکنن. مرد خواننده‌ای معروف میشه و زن در حادثه‌ای بینایش رو از دست میده.
سالها بعد مرد اتفاقی با دخترکی روبرو میشه و بدون اطلاع از اینکه دختر چه رابطه‌ای با او داره، باعث معالجه مادر دختر و همسرش میشه. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. نمیشه باور کرد. تو زنده هستی؟ نکنی دارم خواب میبینم؟ نه نه ستاره من، تو بیداری، ما هر دومون بیداری. خورشید محبت داشتی؟ آره. آه نه، این چه حرفی میزنی؟ این دختر کوچولو یکی از دوستان خوب منه. اگه این شیطون کوچولوی قشنگ نبود، ما هیچ وقت هم دیگر رو پیدا نمی کردیم. باید ازش ممنون باشیم. مگه غیر از اینه؟ نه درسته، اما هیچ میدونی همین شیطون کوچولوی قشنگ خورشید دختر خودته؟ فیلم چرخ و فلک با بازی محمد علی فردین، رضا بیک ایمانوردی و آذر شیوا داستان پسری به نام محمده که تو کودکی به دلیل فقر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده. سالها بعد زمانی که از زندان آزاد میشه با دختری مواجه میشه که تو گذشته همکلاسی دوران بچگیش بوده و دوستش داشته. اون به توصیه دختر تصمیم میگیره به زندگی شرافتمندانه برگرده. قسمت هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. حالا برای من عاشق شدی؟ اونم عاشق مردی که نمیدونه پدرش کیه و از کدوم خانواده است؟ از همه بالاتر که دست و کلاهبردار؟ اشتباه میکنی عموجان. برای من مطرح نیست که پدرش کیه و از کدوم خانواده است. در ثانی آدمایی مثل شما اونو دزد بار آوردن. اون در عین دزدی جوونه با سخاوتی که بس کن دختر، تو تحصیل کرده ای، حقوق خوندی. دزدی و سخاوت با هم جور در نمیاد. اجتماع این منطقه غلط رو قبول نداره. اجتماع هیچ حقیقتی رو قبول نداره. دفتاری اون دیگه دزدی نمی کنه. دزدی نمی کنه؟ از قدیم گفتن توبه گرگ مرگه. شما نباید راجع به اون اینطور قضاوت کنی. ما هم دیگه رو دوست داریم. دوست داریم اون معنی دوست داشتن رو چی می فهمه؟ منطقی بکن دختر، اون تو رو گول زده. عشق منطق سرش نمیشه. اشتباه نکن، تو داری با زندگیت بازی میکنی. عاشق هیچ وقت اشتباه نمیکنه آقای نظام ملک. یک کلام بهتون بگم، اون هرچی هست خوب یا بد متعلق به منه. من حق دارم یه نفر رو تو زندگیم دوست داشته باشم. هیچ قانون این حق رو از من نگیره. بسیار خوب حالا که اون تا این حد روی تو نفوذ کرده، منم در مقابل عکس العملی دارم که نشون میدم. درختان ایستاده میمیرن فیلمی با بازی کتایون و منوچهر وسوق محصول سال 1350. پیرزن میلیونری آخرین روزای زندگیشو میگذرونه. تنها آرزوش هم اینه که نوه و نامزدشو ببینه. اطرافیان پیرزن سعی میکنن این خواسته اونو عملی کنن، ولی خبر میرسه که نوه پیرزن تو سقوط هواپیما کشته شده. اطرافیان پیرزن که میدونن اون آخرین دفعه کودکی های نوشو دیده، جوون تعمیرکاری رو انتخاب میکنن، دختری رو هم به عنوان نامزدش معرفی میکنن. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. هنوز هیچ تغییری نکردی مادر بزرگ، هنوز همونطور خوشگلی.
حتی بوی دستات هم عوض شد. بسر نه دیگه مادر بزرگ، نه تو نباید گریه کنی. راستی مادر بزرگ، شکارچی قلبم رو یادم رفت معرفی کنم، اسمش فرشته هست، بیپسندیش مادر بزرگ. از اونی که تو نامهات برام نوشته بودی خیلی خوشگل تره. متشکرم مادر بزرگ، اجازه بدین دستتونه ببوسم. برای چی گریه میکنی دخترم؟ معذرت میخوام، از خوشحالی نمیتونم خودم رو کنترلم. راستی مادر بزرگ، انگار خونمون اصلا عوض نشده، پیانمون هنوز همونجاست، همه چی سر جاشه. بعد از تو به هیچ کس اجازه نداده بهش دست بزنه. آی گیر آوردم، یه چیز رو از جاش برداشتین، اون ساعت بزرگی که اون بالا بود. خب کجا گذاشتینش؟ آه گذاشتین اون پایین. درست پسرم، صداش تو رو اذیت میکرد، از پشت در اتاقت برداشتم گذاشتمش اون پایین.